طبیعت هندوکش جان 300 طالب را گرفت. محمد محقق: طالبان توانایی تامین امنیت مردم افغانستان را ندارند. دزدان مسلح یک دانشجوی دانشگاه طبی کابل را با شلیک گلوله کشتند. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا تمامی ویدیوهای خبری این کانال را تعقیب نموده و خود را از تازه ترین و جدیدترین ویدیوهای خبری در کشور با خبر سازید. مشروع اخبار روزنامه صبح کابل در برگه فیسبوکش می نگارد: محمد محقق: طالبان توانایی تامین امنیت مردم افغانستان را ندارند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که طالبان از تامین امنیت شهروندان کشور عاجز ماندند. آقای محمد محقق چهارشنبه شب 4 جوزا در واکنش به 3 انفجار در شهر مزار شریف و 1 انفجار در مسجد حضرت زکریا در شهر کابل گفته است که این رویداد نشان می‌دهد که طالبان توانایی تامین امنیت را ندارند. او افزوده است یا اینکه خودشان هم شریک دوست و رفیق قافله سالار هستند که باید خودشان هم متوجه باشند. این در حالی است که شام روز چهارشنبه 3 انفجار پیهم در کرته سلطان بابا علی شیر و کرته آریانای شهر مزار شریف رخ داد. طالبان آخرین آمار قربانیان را 9 کشته و 15 زخمی اعلام کردند. همین گونه یک انفجار در مسجد حضرت زکریا واقع در جهارراهی ترافیک شهر کابل نیز رخ داد که در نتیجه آن 19 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز فرد و یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفتند. از سوی دیگر روزنامه صبح کابل در برگه فیسبوکش می نویسد: دزدان مسلح یک دانشجوی دانشگاه طبی کابل را با شلیک گلوله کشتند. روزنامه صبح کابل در برگه فیسبوکش نوشته است. منابع میگویند که دزدان مسلح یک دانشجوی سال 5 دانشکده استوماتولوژی دانشگاه طبی کابل را با شلیک گلوله کشتند. به گفته منابع این رویداد شام روز چهارشنبه 4 جوزا در چهارراهی دهبوری شهر کابل رخ داده است. و خبر اخیر این که آریا پرس نیو اجنسی در برگه فیسبوکش نگاشته است: خبر آریا پرس: طبیعت هندوکش جان طالبان را گرفت. منابع آریا پرس از سالنگ گزارش می دهند که چند روز قبل یک گروه 300 نفری از افراد طالبان که می خواستند از طریق نوشاخ به جانب اندراب با عبور از ارتفاعات هندوکش به هدف تهاجم غافلگیرانه بر موازی نیروهای مقاومت به جانب اندراب و خوز بروند همه مردند. از آنجایی که این افراد با اقلیم و آب و هوای منطقه آشنایی نداشتند، پس از 2 روز سرگردانی در کوههای سالنگ، برخی ها از سرما و برخی ها از اثر کمبود اکسیژن جان خود را از دست می‌دهند. طالبان وقتی از سرنوشت افراد خبر می‌شوند، حتی به چوبان ها اجازه رفتن به کوه را نمی‌دهند تا موضوع مردن افرادشان افشا نشود. آنها شب هنگام کار انتقال اجساد را آغاز می‌کنند. شاهدان عینی به آریا پرس خبر می دهند که آنها چندین موتر رنجل طالبان را در منطقه تاجیکان در ولسوالی جبل سراج دیدند که در داخل آن اجساد طالبان در حالی که دست ها و پاهایشان کج شده و سیاه گردیده بود یکی سر دیگر انداخته شده بودند. از همراهیتان تا این دم در کانال ما تشکر و جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتون.